درود دوستان، با درس نهم نامه نویسی در خدمتون هستم و درخواست کار رو میخواییم بررسی کنیم. نامه نویسی برای درخواست کار و این نامه یکم مشکل تر از درس قبل میشه و همینطور لول درس رو میبریم بالا، سخت‌ترش میکنیم تا به یک نتیجه عالی برسیم. این مثلا یک کمی بالاتر از B1ه، ولی اگر B1 هستین چیزی از دست ندادین ناریاد بگیریم. خب پس نامه مون گفتیم چجور شروع میکنیم. گفتیم مثل همیشه میگیم زر گهات، خیلی بد خط نوشتم، زر گهات فاو مثلا یاد، درس قبل گذاشتیم کما. پس گفتیم ایش هاب ای بزرگ ایغ انسایگ این در سایتونگ مثلا، گفتیم دوتا علامت میذاریم، دوتا خط مثلا میذاریم، مثلا دی بی، مثلا حالا دی بی گلیزن خواندم، این انسایتون اونجا خوندم. بعد میخواییم بهش بگیم مثلا من قبلا چی کار کردم. اوکی؟ مثلا آره گفتیم که مثلا میگیم که زیزوخن نخ اینن کخ، مثلا زیزوخن اینن کخ نقطه. حالا میخواییم بهش بگیم که مثلا من تجربه هام چی بوده، کجا کار کردم و اینا، که یه توضیح کوتاهی بهش داده باشم دیگه، درسته؟ بعد مثلا یه خورد توجهش رو جلب کنه، منو دعوت کنه برای یه گشپخش، اون صحبت کنه با من و کارو من بگیرم. بهش میگم که مثلا من اولین تجربه‌ام کجا پیدا کردم، درسته؟ میگم ماینه، چون من اینجوری نوشتم، ماینه ارستن. بچه اون تجربه عملی رو بهش میگن پراکسیسر، پراکسیس افارم. اوکی؟ پراکسیس افارم. پراکسیس حتما شنیدیم، مثلا میگن پراکسیس فلان دکتر، یعنی اون جایی که اتفاقای عملی میفته. اوکی؟ مثلا درس هم موقعی میگن پراکسیس داریم و تئوری داریم، درس عملی داریم و تئوری داریم، درسته؟ این پراکسیس میشه عملی. اون تجربه عملی مو من زملت ایش، پراکسیس رو شما اون ارفاقونگ رو زمل میکنین، جمع میکنید. زملت ایش برای که گذشته هست دیگه، یا میتونیم بگیم ایش هابه گزملت، یا میتونیم برای این چون نوشته رو میخواییم با کلاس ترمیسیم میشیم زملت. زملت ایش این در فیما کجا، گفتیم اینو میذاریم توی این علامته، مثلا این فیما کجا، اگر خیلی معروف بود دیگه نمیخواد جاشو بنویسید، یا چرا باید بنویسید، مثلا بنویسید تو دویچه بان کار کردم، توی مثلا دوسلدورف، دوسلدورف نقطه. که بعد مثلا میگم که خب من بعد از اون که پراکسیسمون مثلا تمرین کار کردم و اینا، مثلا خواستن که من پیششون کار کنم همچنان، مثلا میگیم که نختم بعد از پراکتیکوم، مثلا پراکتیکوم رو تا اونجا انجام دادم خوششون اومد گفتن پیش من کار کن، پراکتیکوم بلیب ایش یعنی ماندن. ببینین اون کلمه رو کامل بنویسم، بلیب، جمله رو کامل بنویسم الان توضیح میدم، بلیب ایش وایتاهین همچنان، میتونیم اینجوری بگیم وایتاهین این دیزر فیرما، فیرما نقطه. قرمز کنیم بریم سراغ نکات. خب گفتیم که ماینه چون افاغونگ هستش میدونیم ماینه افاغونگ، درسته؟
meine ersten in Motorrad meine ersten Praxiserfahrung sammelte Präteritum گذشته باید بگیم sammelte ich in der die Firma هست پس میشه in der Firma چون داتیو این in der Firma کجا in Düsseldorf نقطه nach dem Praktikum بعد از Praktikum das Praktikum هست میشه nach dem plus dativ bleiben که یعنی ماندن گذشتهش میشه blieben blieb یعنی پریتریتومش درسته blieb blieb ich weiterhin in dieser Firma دوباره plus dativ خاطر همین دی فیرما هست میشه در میشه دیزر فیرما نه از جاری من خودمون تعریف میکنیم دیگه میخوام بگم من چقدر عالی هم از من بهتر رو پیدا نمی کنی مثلا میخوایم بهش بگیم که این ویدیو چند دقیقه شده آره همین تو این ویدیو میگیمش مثلا میخوام بهش بگم که الان چه کارهایی انجام میدم درسته؟ خواهم بهش میگم که من الان تو چه کاری هستم و الان چه تجربه هایی دارم بهش میگم سور سایت یعنی در حال حاضر سور سایت گهورت یعنی خواهم میگم افکابه هم چیه گهورن تو یعنی تعلق داشتن درسته؟ خواهم بهش میگم این چیزا تعلق داره به آفگابه من اینا آفگابه های من هستن که باید انجامشون بدم gehört es zu meinen Aufgaben خب اینو بچه اینجوری خلاصتون کنم همینو همینجوری حفظ کنین اگر میخواین استفادهش کنین Zur Zeit gehört es zu meinen Aufgaben. یعنی در حال حاضر این چیزا به آفگابه من تعلق داره که چه کارا کنم؟ مثلا kochen dann spülen und حالا هر چی که هست. اوکی؟ این چیزا رو من باید در حال حاضر انجام بدم. اوکی؟ حالا که بعد گفتیم که مثلا میایم جمله رو تمومش میکنیم که گفتیم که مثلا من دوست دارم پیش شما کار کنم ایش نیترسیق میشه و اینا درسته درس قبلی حالا بیام یکم لول کار رو ببریم بالا میگیم که ایش بیویبن سیخ فیو اتواس درسته اتواس معذرت میخوام bewerben sich etwas یعنی چی؟ یعنی این که شما باید اول همیشه اینو من اینو قرمز کنم خیلی مهمه برای bewerben نوشتن اول که bewerben sich یعنی همیشه رفلکسیوه اوکی؟ و بعد eine Stelle bewerben بچه ها خیلی مهمه etwas اوکی سیاه ich bewerbe mich meine مثلا میخواییم بگیم که دیگه این کاره رو من خیلی دوستش دارم meine Vorliebe یعنی برای عشق این کاره رو دوستش دارم für kochen گفتم آشپزی دیگه درسته نقطه دیگه این جمله دیگه خیلی زیاده رویه که عشق من آشپزیه دیگه مثلا خیلی دوست دارم خاطر همین دوست دارم پیش شما کار کنم deshalb deshalb würde ich gerne
این حالی کمه برای اونا کلاس بذاریم. این اینم گوتن یا نمیدونم ویشتیگن گروسن یعنی بزرگ، زیبا، شیک، دوست داشتنی، گوت مثلا گوت یا نمیدونم بدویتندن مهم با معنی پر ارزش یا همچین چیزایی. مثلا کمی از اونها تعریف کنیم. این اینم گوتن unternehmen یا مثلا گوتر فیما unternehmen باورمش پایین اوپس unternehmen وی ایرم آبایت نقطه. بعد مثل همیشه میت فرویندلیشن گروسن اینم نسیم کوجا حالت کوجا گفتم از خود فرم چیز هست سلند یاد گیری. اوکی این درس هم به پایان رسید. تو درس بعدی یه چیز خیلی مهم میخوام بهتون بگم، حتما فردا ویدیو رو نگاه کنید. این در واقع این درس رو میخوام تمومش کنم ولی چون نکته خیلی مهمه میذارمش برای درس بعدی. بچه ها اپلیکیشن کجا رو حتما 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 نصب کنید. لینک دانلودش رو میذارم توی کامنت که راحت بتونید برای گوشی اپل، گوشی اندروید روش کلیک کنید و راحت بتونید دانلودش کنید. حسنش اینه که این درس ها رو خیلی راحت میتونید پشت هم ببینید بدون هیچ دردسر و دغدغه و فکری. پس حتما این کار رو انجام بدید. تا ویدیوی بعد خداحافظ. دوستدار همتون. یادگیرید.